سلام به همه دوستان. ویزای تحصیلی عزیزم، شما باید با یه دونه از دانشگاه‌های هلند در تماس باشی و اونا بهتون پذیرش بدن. سالی 10,000 یورو هم باید تو حساب داشته باشی. ویزای نمایشگاهی زیاد اعتبار نداره. رستوران راه بندازی، اول باید جاشو پیدا کنی، بعدم پرسنلش هم پیدا کنی. اگه همینجا زندگی میکنی، همینجا کار داری، حقوق داری، حساب بانکی داری، میتونی یه کارایی بکنی، ولی از بیرون بیای خیلی هزینه داره. خب اگه کسی مدرک بیاره برای خودش، میسم جون، میگن که تو همه رو پیشبینی کردی اومدی اینجا، پس مدرک زیاد نیاز نیست. وضعیت همجنسگرایی تو هلند چجوریه؟ مثل بقیه زندگی عادی خودشون دارن. کار سیاه پیدا میشه ولی درآمدش نصف دیگه. مثلا همون کار رو اگه یکی رسمی انجام بده 14 یوروه، برای سیاه میدن 5 یورو. هلند به سختی ویزا نمیده ایزم. هلند تمام مدارک رو استعلام میکنه و اگه قلعی باشه ریجکت میکنه و به تازگی هم اداره مهاجرت یه صحبتی داشت با روزنامه، گفته که ما تا سال 2021 هم نمیتونیم برسیم به جواب دادن این پناهنده، چون برآوردی که ما کرده بودیم 5,000 تا بیشتر از اون برآورد به هلند اومدن به عنوان پناهنده و ما اخیراً پرسنل کم داریم و دولت هم برای صرفه‌جویی دیگه پرسنل جدید نمیگیره و ما موندیم با این همه کار. اینه که میخوان زمان بخرن، یا باید پرسنل جدید بگیرن یا زمان باید بخرن. خیلی خوب عزیزم، میسم جون، اگه شما اطلاعی دارین از زود جواب دادن آلمان و اتریش و بلژیک، خب میرین اونجا دیگه. به هر حال فرقی نمیکنه، اونجا هم اروپاست. سند خونه مهم نیست کجاست عزیزم، سند سنده. اگه یه وقت قبول نکردن، مثلا میخوای سیاه زندگی کنی، خب 5,000-6,000 تا باید داشته باشی عزیزم. هم کرایه خونه بدی، هم بتونی بخوری و بپوشی. جواب اعتراض 12 هفته‌ای میاد، یعنی 3 ماهه. اگه نیومد میتونین تلفن کنین اعتراض کنین. سلام. خوبی شما؟ قربون رئیسم. وقت بخیر، من امینم. به جا آوری تو واتساپ پی ام دادم بهتون. بله رئیسم، بفرما. خوبی؟ احوال شما؟ خیلی ممنون. خوبی شما، ما از تراپل اومدیم زودفه. به به خیلی راه نمایی شما کمک کرده ما. خواهش میکنم. قربون شما، زنده باشین. قربونه. خب خوبه، جاش خوبه تو زودپن؟ خیلی خیلی خوبه، خدا رو شکر. من چون با همسرم هم اومدم و خدمت رو عرض بکنم، ما همون تو تعطیلات عید اومدیم، اگه خاطرتون باشه تو واتساپ پی ام دادم خدمت. بله 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 بله. بعد رفتیم تراپل، در واقع همون 2-3 روز توی هتل بودیم، بعد روز سوم رفتیم سمت تراپل. خوب کاری کردی. بعد آره، یه مقدار تراپل به خاطر شلوغی پناهنده ها بیشتر از تقریبا یه هفته کارمون طول کشید. آره آره، بعد خیلی ها رو ترانسفر کردن بودل، ولی خب ما مستقیم اومدیم زودفن. زودفن خوبه، تو استان خودمونه. خیلی خوبه عمو بیژن، خیلی خوبه، فوق العاده
ما اصلا از اینا بدی ندیدیم، همش مهربونی و همش خوبی. و بعدم الان تقریبا نزدیک یه 10 روزی هست تو دودفنیم، واقعا آدمای خوب و شریفی داره و تا حالا خدا رو شکر احساس کمبود خاصی نداشتیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آره و مدیون راهنمایی شما هستیم، خیلی به کارمون اومد تو فرودگاه، تو عشقی پل، اینا خیلی به کارمون اومد اون راهنمایی که شما کردید. بعد خدمت تو عرض بکنم که الان هم حالا داریم پروسه رو ادامه میدیم ولی یه مقدار در واقع شلوغه. الان اینترویو سوریه ها رو دارن زودتر میدن، احتمالا همونجور که الان فرمودید نزدیک یک سالی طول بکشه کار ما. بله. آره ولی خب خدا رو شکر داریم زبانمون تمرین میکنیم، بعد حالا کارهای مربوط به کیس رو انجام میدیم و یه جورایی هم خیلی ایرانی زیاده اینجا. اصلا شبا که رد میشه انگار تو محل خودمونی، همه فارسی صحبت میکنن. آره خانومم میگه همه زیر سر توه. آره خدا، اصلا از هر کی هم میپرسی که اما بیژن، میگه که جود و بیژن رو بریم ببینیم، یعنی همه فکر میکنم دارن میبینن لایل چهارا چیزه. شما عجله نکنین تو جواب گرفتن یا مصاحبتون. چرا؟ به خاطر اینکه یه قانونیه که خود اتحادیه اروپا گذاشته، اینا موظفن ظرف 6 ماه کاراتون رو انجام بدن، وگرنه باید بهتون جریمه بدن، هرچی بیشتر پولی بیشتر. درسته. اتفاقا اما بیژن این زمانی هم که هست، حالا ما به فال نیک گرفتیمش، اولا برای زبونمون، آره، بعد آشنایی با مردم و فرهنگ اینجا. درسته. بعدم این که به نظر من رو کیس هم میشه بیشتر کار کرد. آفرین. اطلاعات بیشتری دفع. آره. آفرین. یعنی چیز بدی نیست. حالا خیلی حالا بچه ها مثلا میگن آقا زودتر بریم اینترویوشیم، ولی ما خودمون به فال نیک گرفتیمش، یعنی داریم زندگیمونو میکنیم. حالا آفرین. اون در واقع مبلغم در واقع هفته حدودا 45 یورو بهمون میدن برای خورد و خوراکمون کافیه. البته میگم اونایی که سیگاری و الکلن کم میارن، ولی خب بچه‌هایی که سالم در واقع باشن راحت زندگی میکنن. بعد ما دنبال باشگاه هم هستیم. خیلی جالبه اما بیژن، ما باشگاه رفتیم اینجا شهریه ماهی 20 یورو بود، بعد با کوها که صحبت کردیم گفتن که ما 10 یوروشو میدیم بهتون. بله درست. یعنی آره از این حمایت ها هم اینجا میکنن و یه قوت قلبیه دیگه، یعنی آدم خوشحال میشه که ورزشش هم میتونه راحت بکنه. بله بله بله. بعد خدا رو شکر همه چی خوبه و از همه مهمتر همین مردم مهربون هلند هم به نظر من. خیلی در واقع برای ویزا خب ما خیلی کارها انجام دادیم تقریبا. حالا بچه دوستانی که میان اینجا در واقع من کامنت ها رو همه رو میخونم. یه مقدار این کار هچل هفتی نیست، تقریبا به نیازی 7-8 ماه رسیدگی داره، مدارک داره. بعدم اون کسی که تو سفارت نشسته خب خودش تحلیل میکنه، بررسی میکنه و میدونه که از این ویزاهایی هم که میدن 80% بر نمیگردن، ولی تا اونجایی که میتونن به قول شما مدارکی رو جور بکنن که درست باشه. و از همه مهمتر که شما خیلی به ما کمک کردید، ندادن کار به کارگزاره. درسته. چون بچه‌هایی که میان اینجا هم بیژن، خیلی هاشون در واقع ما تو ایران باهاشون تماس داشتیم، اونایی که به کارگزار کار دادن همشون ریجکت شدن. درسته. یعنی چاق و خطرات و ایناشو کاری ندارن، ولی کارگزار واقعا هیچ کاری انجام نمیده. دقیقاً اینجوری. ما خودمون تقریبا خودمون برای خودمون مدارک جور کردیم و یه چیزی نزدیک تقریبا نفری 50 میلیون هم برامون آب خورد، چون یه سری مدارک با توجه به سابقه کار فنی که من داشتم جور کردم و هزینه هتل، اون هتلی که شما فرمودید هتل خوب بگیرید، نقطه قوت کار به نظرم همونجاست، چون استعلام میگیرن از هتل و همه اون پروسه استعلام هم انجام میدن. این که میگن آقا نمیگیرن و اینا، به قول شما همش علکیه و همه رو استعلام میگیرن. درسته. بله بله. حالا خدا رو شکر ببینیم میدونیم منظور اینا چیه. منظور اینا اینه که شما تمکن مالی و نمیدونم سند خونه و اینا، فقط منظورش اینه که ببینن
کسایی که دارن میان اینور نه به خاطر گرسنگی میان. دقیقا. شکمشون سیره ولی اخلاقشون نمیخوره که اونجا بمونه، اونا رو میخوان حمایت کنن. دقیقا او بیژن. بعدم ما اینترویو مصاحبه اولیمون که رفتیم اصلا برخورد بعدی با ما نداشتن، حدودا یه رو طول کشید. یه مقدار خب اون بیژن نگاه میکنن، مخصوصا ایرانی ها رو بیشتر احترام میذارن. خب بچه هایی که اکثرا میان اینجا بچه هایی هم که به قول شما حالا به خاطر گشنگی نیومدن، برعکس حالا کسایی که جنگ زدن اون طبیعیه دیگه. خب بوریه ما الان اینجا همسایه‌مون هست که زن و بچهش فوت شده، مثلا یه پسرش مونده. خب این واقعا مهندس ساختمون هم هست، واقعا خب گیر بوده، یعنی نمیشه توقعی داشت، الان سیستمش به هم ریخته است. ولی ایرانی ها رو تو همون تراپل مثلا تنها کشوری که سی تی اسکن نمی کردن برای ریه ایرانی ها بودن. بله بله. یعنی ایران آره انجام نمی دادن و بقیه کشور را انجام می دادن. یه مقدار به نظر من با توجه به بچه که مادن این به ایرانی ها به نسبت بیشتر احترام می زارن. البته به همه احترام می زارن، این که بگم فقط به ایرانی ها، ولی یه مقدار هوای ایرانی ها رو بیشتر دارن. چون میدونن آخه فرهنگ ایرانی، ببین الان چندین ساله اینجا پناهنده میگیرن، هر ایرانی، ببین هر ملیتی اومد یه کاری کرد به جز ملیت ایرانی. من با یه دکتری توی اوترخت دوست شدم، گفت راستی تو کجایی هستی؟ گفتم من ایرانی هم. گفت بابا هرچی پست خوب ایرانی میگیره تو این کشور. بله. مثلا چند تا دندون پزشک رو مثال زد، چند تا وکیل رو مثال زد، همه شو که مثال میزد همه شون شغلای خوبی داشتن. اینه که احترام میذارن. آره دقیقا. اتفاقا اما بیجن یکی از در واقع پستای خوب زودفن هم تو شهرداری فکر میکنم دسته یه ایرانیه و چقدر اینجا پلیس ایرانی هست من نمیدونستم. آره آره چون توی ویکیپیدیای همین زودفن خوندم در واقع تو ایران از طریق ایرانی سرچ کردم دیدم که مثلا نیروهای پلیس هم ایرانی توشون زیاده و اکثر تحصیل کرده هستن، دید بهتری دارن خدا رو شکر. اگر همین رویه پیش بره خب ایرانی ها همیشه هر جا میرن برای موفقیت میرن. امیدوارم که همین دید آره پیش بره و هر روز شاهد این باشیم همه ایرانی ها همه جا موفق باشن انشالله. شما هم همینطور. قربون شما، من وقتتون نمیگیرم چون بچه ها سوال دارن، ولی این کار زمانبریه، حتما حرفای امو بیژن رو گوش بدید و اصلا هم نترسین، ولی کار دقیقیه، نیاز به 7-8 ماه زمان داره. دقیقا دقیقا. قربون شما امو بیژن. حالا من باهاتون تماس میگیرم واتساپ. من چون شماره شما رو پاک کرده بودم چون گوشی رو چک میکنم یه جا یادداشت کردم اونو در میارم، حتما باهاتون تو واتساپ تماس میگیرم ان شاء الله. قربون شما. سلام بخوام به محترم برسید. شما هم همینطور. خداحافظ. زنده باشید. قربون شما. خدا نگهد. خب خدا رو شکر که اونجوری که من توضیح دادم در رابطه با هلند و هلندی و موقعیت ایرانی ها اینجا، بچه ها میان خودشون اینو تجربه میکنن. ببینید همه چی بسته به خود آدم داره. شما از هر دستی که بدین از همون دست میگیرین. دوستان اگه شما تو یک کشور عضو اتحادیه اروپا، حتی تو اون یونان هم که میگن الان فعلا دوبلین نمیشه، حتی اونجا هم اگه شما اعلام پناهندگی بکنین دیگه تمومه، دیگه تو هیچ کشور دیگه ای حق تقاضا نداری، شما رو برمیگردونن همون جایی که اعلام پناهندگی کردی. هر کس فقط اجازه داره تو یکی از این کشورهای اتحادیه اعلام پناهندگی بکنه. و این امید جان، بچه ها میگن 99% سفارت هلند ریجک میکنه، من میگم 100% ریجک میکنه، به خاطر اینکه اگه مدارک قلابی باشه، اگه دروغ گفته باشه، اگه هتل رو واقعا رزرو نکرده باشه، بلیط هواپیما نداشته باشه، ریجکت میکنم. بله 100% نه 99%. باید قطعی رزرو کنی که چون اینا
زنگ میزنن، اگه اسمتون تو هتل تو لیست رزرو هتل نباشه میگن دروغ گفتی، دیگه بقیه رو هم نگاه نمیکنن. و شما میتونید دو جور هتل رزرو کنین، یک جور بیمه کنین پولتون رو که اگه کنسل کردین بتونین پول رو برگردونین، اونا برگردونن بهتون. یکی هم که هیچی میگی نه من خب دیگه رزرو کردم دیگه ولش کن. شما چند روز میخوای تو هلند بمونی؟ چند روز ویزا داری؟ اینجوری بگم، در ازای هر روز باید 34 یورو داشته باشی. شما الان حساب کن چقدر باید داشته باشی، به ویزات باید نگاه کنی. اگه ویزا نداری میخوای قاچاقی بیای، هر چی پول بیشتر داشته باشی به نفته. بهتون پناهندگی ندادن و خودتون میخواییم برگردین، براتون بلیط هواپیما رو میگیرن، یه پولی هم بهتون میدن عزیزم، شما ناراحت اون نباشید. ولی یه صحبت خوب بکنین که شما رو همینجا نگه دارن. اونایی که وقت دارن عزیزان، اونایی که وقت دارن حتما سر وقتش برن سفارت. فکر اینو نکنن که ویزای توریستی نمیدن ما نریم، نه، فعلا اونایی که تقاضای ویزای توریستی میخوان بدن به اونا وقت نمیدن، نه اینکه ویزا نمیدن، وقت نمیدن. ولی شمایی که وقت گرفتین، وقت دارین، حتما برین سر وقتتون، مدارکاتونو ببرین، همه رو کامل ببرین، برین سر وقتتون برین.